نجات بده و به میانهای جدول بره. فقط در صورت پیروزی این اتفاق برای فولاد خواهد افتاد. علی حمودی بازم از سمت راست یک ارسال خوب به محوطه جریمه، یک ضربه سر، واکنش دیدنی از محمد محمدی، کورنر به نفع فولاد و خوزستان. عالی زد ضربه سر رو همین بازیکن بختیار رحمانی. شور و هیجان رو به ورزشگاه برمیگردونه با این ضربه سر. عالی کار کرد محمد محمدی. حالا ارسال میشه بازم به تیر اول، فرصت و توی دروازه، توی دروازه گل بارتولوویچ، ملادن بارتولوویچ دروازه استقلال رو باز میکنه در 55مین دقیقه بازی. فولاد خوزستان 1 استقلال تهران 0. ضربه کورنر رو در تیر اول نتونستن بزنن و تماشاگران حاضر در ورزشگاه و طرفداران فولاد رو ملاحظه میکنید که سراپا شور و هیجان هست و بسیار خوشحال. بارتولوویچ خدمتتون عرض کردم، بازیکن کرواتی که در تیم ملی بوسنی و هرزگوین هم بازی کرده، 32 ساله هست این بازیکن. اولین گل ملادن بارتولوویچ در یک بازی بسیار حساس و چه بازی هم در اون انجام خواهد شد. نادر احمدی به جای بختیار رحمانی به میدان میاد. آقای قهرمانی اشاره میکنه به بازیکنان استقلال که وقت رو گرفته و نگران وقت نباشند. خب تعویض انجام نمیشه، ضربه رو میفرستن، یک ضربه سر در دهانه دروازه. حالا فرصت اونجا شلوغ هست، برمیگردونن مدافعین فولاد و خوزستان. بگزاده اعلام خطا، در یک منطقه مناسب این خطا شکل میگیره برای استقلال تهران. لحظات حساسی هست برای تیم فوتبال فولاد و همچنین استقلال تهران که در این دقایق و در دقیقه وقت تلف شده آیا قادر خواهند بود گل تساوی رو به ثمر برسونن یا خیر. 93مین دقیقه بازی رو پشت سر میگذاریم، نزدیک به 2 دقیقه به پایان وقت باقی هست. خسرو حیدری که معمولا توپ ها رو بسیار خوب و خطرناک ارسال میکنه پشت توپ قرار گرفته، حالا میتونه به توپ ضربه بزنه. تعداد زیاد بازیکنان فولاد و استقلال، حالا بلند به تیره دوم، یک ضربه سر در دهانه دروازه، میره که در اون دروازه قرار میگیره، توی دروازه قرار میگیره. آقای قهرمانی اشاره میکنه تو به درون دروازه رفته. سید صالحی گل تساوی رو به ثمر میرسونه. سید مهدی سید صالحی بالاخره گل تساوی رو به ثمر میرسونه. یک بار دیگه ببینیم روی ضربه سری که زده شد اونجا خیلی راحت به توپ ضربه زدن. ابتدا حسین آشنا توپ رو برگشت داد و سید صالحی هست که مشخص به علی به درون دروازه رفت و گل تساویه استقلال تهران شکل میگیره در دقایق پایانی بازی و در دقایق وقت تلف شده بازی. استقلال تهران 1 فولاد خوزستان 1. خب فولاد موفق نمیشه به گل و به پیروزی خودش دست پیدا بکنه. یک بار دیگه ببینیم در تیر دوم خیلی آزادانه به توپ ضربه زدند. آشنا ابتدا توپ رو برگشت داد، اما در برگشت اونجا سید صالحی که یک بازی ضعیف رو ارائه داده بود موفق میشه که